أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. هو من با اینکه حال نداشتم و حالم هم ندارم، اما خب برای استشفا و دعای شما انشالله یه بهبودی حاصل میشه. خوبی میگه نامه حضرت رضا علیه السلام رو به خط مبارکش خوندم در یک فراز، یعنی جمله ابلغ شیعتی به بزنطی فرموده است برسان ان زیارتی تعدل و اندالله الف حجه و الف عمره متقبله کلها. به شیعیان من برسون که زیارت من معادل است با 1000 حج و 1000 عمره مقبوله. حالا انسان بداند که اول صحبتی که ما در هر منبر میکنیم اشخاص رو به موقعیت خودش توجه میده. به کسی گفت من، گفتم پروردگارا من چه موقعیتی دارم؟ آیا آمد فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون؟ یعنی اگر این یونس رفت در شکم ما و اگر تسبیح نمی کرد پروردگار رو للبس فی بطنه الى یوم یبعثون، خطاب رسید به ماهی که این رو باید در شکم خودت نگه بداری. خب حالا یونس هست و شکم ماهی، اگر ذکر پروردگار نمی کرد، تسبیح پروردگار نمی کرد، للبس فی بطنه الى یوم یبعثون، تا روز قیامت در شکم ماهی. بعد اون کسی که این استخاره رو کرد گفتم عزیز من، تو اگر بخواهی از زندان تن نجات پیدا بکنی از گرفتاری باید تسبیح پروردگار بکنی، تسبیح پروردگار بکنی، اگر نه در زندان تن میمانی عزیز من. خب حالا اونایی که میخوان تشرف پیدا بکنند و ما التماس دعا از اونها بکنیم، بدانند که اگر با معرفت، با شناخت امام هشتم علیه السلام برن برای زیارتش، ثواب 1000 حج 1000 عمره مقبوله به اونها میدن. یه صلوات بفرست. بزنطی میگه من به امام جواد علیه السلام عرض کردم 1000 حج استقراب کرده، یعنی خیلی به نظرش بعید اومده، قریب اومده. فرمود ایوالله الف الف عجب، 1000 حج. بله به من یزوره عارفن بحقه، بداند که امام هشتم علیه السلام که بوده و برای چه او را شهید کردن. خیلی این حالا برای خستگی رفقا، رفع خستگی رفقا. یک کسی بودیم خیلی، حالا عرض کنم بنده که در قم بودم
ایشون نوشته بود که من یک امر لاینحلی گیر کردم، یعنی قابل غیر قابل حل. زمان آقای حجت بود رحمت الله علیه، بنده به ایشون عرض کردم آقا این همچی کاغذی نوشته و من در عالم رویا دیدم این هی سینه میزنه و یا حسین یا حسین میگه. ایشان فرمودن خب این یک شخص مضطریست بیچاره ایست، باید براش دعا کرد و اینها، و بنده دعا کرد. رفتم در سر مزار میرزای قمی رحمت الله علیه و زکری ابن آدم در همون قبرستان دعا کردم و بعد آمدم خدمت بی بی سلام الله علیها و او رو دعا کردم. بعد شب سوم دوم گذشت و سوم گفتن این آقا که تو دعا میکنی نماز صبحش قضا میشه، چطور دعا میکنی یک همچنین کسی که نماز صبحش قضا میشه؟ اگر نمازهاش رو فرض این پند برای همه از نه برای او، اگر نمازهای خودش رو در اول وقت بخونه ما ینحل لا ینحلش رو ینحل میکنیم. بنده خیلی به نظرم عجیب غریب اومد که این نماز صبحشی همچین آدمه به این خوبی چطور نماز صبحش قضا میشه. براش برداشتم نوشتم، ایشون گفت کی گفته؟ هیچ کس نمیدونه، پدر منم نمیدونه. گفتم خیلی خوب، پدرتو نمیدونه، خدای تو میدونه، علیمون به ذات صدور، یعنی به اون خطورات ذهنیه میدونه. خب حالا مناسبت ذکرش با این احادیثی که در فضیلت زیارت سامن الحججه چیه؟ نوعاً خب بنده رو مهمون میکرد میبود برای زیارت سامن الحججه و نوعاً میگفت من قهرم دیگه. حالا چه قاعده‌ای بود، چه رمزی بود میان او و سامن الحجج؟ میامد در همون نزدیک حوض زیارت میکرد و در حرم وارد نمیشد، تا اینکه این سالهای آخر که ما به اتفاق او رفتیم مشهد، گفت من امسال دیگه من رو سامن الحجج مرخص کرده، یعنی من دیگه میرم و فوت میکنم. خیلی تعجب میکردم از رفتار او، از اطوار او. خلاصه و همون سالی که گفت من میرم رفت، من رفتم برای تفقد او، عرض میشه برای این که ببینم اینها، و به من گفت که آقا تشریف آوردن. با اینکه من با او قهر بودم، آقا تشریف آوردن برای تفقد از حال من. حالا مناسبتشو برای شما گفتم، یه صلوات بفرستید. میان برای زائرینشون، باز اون داماد آسمان باقر قزوینی رحمت الله علیه، اون هم عرض می شود که نه فقط کسی که متمکن باشه از زیارت ایشان، بلکه همین که قصد کرده باشه بره برای زیارت ایشان کافیست، ولو موفق نشد. ایشون هم آمد اینجا و مهمون بود و فلان و اینها و فوت کرد. خیلی من ناراحت شدم، داماد آقا عثمان باقر قزوینی بود. بعد یک شب در عالم رویا دیدم او رو، گفتم عزیز من تو چطور شدی؟ آخه تو
گفت والا من همون شب اول آقا من سرایی دیدم. گفت همون اول که من فوت کردم که ملکین آمدند برای از می شود سوال کردن از من، آقا تشریف آوردن. گفت فعلا؟ گفت این ظاهر ماست، کاری باید به اون نداشته باشه. و فعلا من در مسجد گوهرشاد آمدم آب ببرم، آقا فعلا یک اتاق در مدرسه فریزاد به من دادن و من به زیارت ایشون میرم و راحتم، نباده تو نگران باشی. به محض این که من فوت کردم آقا تشریف آورد. حالا خیلی از زائرین ایشون ملتمس دعا هستم، همه دعا بفرمایید. حضرت فرمود من در سه موطن برای زیارت زائرین خودم میام. اول اون وقتی که نامه های اعمال داده میشه دشون، دوم در پل صراط، سوم در کنار سنجش اعمال. اما نه این که حالا ما به اتکای آقا اعمال به جا نیاریم. اگر متوجه باشید عرض می شود که ایشان فرمودن عارفن به حقهی. خب پس بنابراین یه صلوات دیگه بفرستیم. خلاصه از سخنان آموزندش که به همین اکتفا می کنیم یه صلوات بفرستیم. فرمودن از نشانه های دانشمند و با معرفت یکی حلم است عزیز من. در مقابل جاهل مردم مختلفن، حرفاشونو ملتفت نمیشن، کجا بزنن کجا نزنن. انسان باید حلم بکنه در مقابل اونها. یکی علم است عزیز من. باید شما اگر حضرت رو دوست دارین، حضرت میفرماید همون که اجداد طاهرینشون فرمودند که اگر من بدانم شاب بید شبان شیعه نمیره احکامش رو یاد بگیره، ما اونها را با شلاق میزنیم. در بعضی از روایات داره با شمشیر میزنیم. خب من که مستحق شلاق خوردن هستم، مستحق این که با شمشیر مرا تعذیب بکنن هستم، وقت چگونه برم اونجا خدمت حضرت درخواست بکنم؟ و برای من خوابی نقل کردن که آقا یکی از این آبرومندان آمد گفت که من عرض می شود حق شفاعت دارم، شما چند نفر شفاعت میکنم، اما شما سه نفر دیگه تون خیلی کار مشکله، خود آقا باید از ناحیه آقا اجازه داده بشه. پس این معلوم میشه که همچین کارها یه روند نداره. علم خواستند، معرفت اونها رو خواستند، احکام دینتون رو باید بدانید. یکی هم سمت، از سمتو بابون من ابواب الحکمه. بقدری هر چی سخن کمتر بگی عزیز من راحت داری. این دوتا ملکی هم که روشی شانه شما هستن چپ و راست، اونام شما رو دعا میکنن. تمام اعضا و جواره نسبت به زبان صبح التماس میکنن که اگر تو ساکت باشی ما کارمون تا غروب خیلی خوبه، تو ساکت باش عزیز من. سمت جلب محبت می کند. سمت حضرت فرمود دلیل کل خیر است.
راه نمای دنیا و آخرت هست. حالا در یه روایت هم داره آخرش که عرض می شود حضرت رضا علیه السلام و سلام می فرمایند که در آخر زمان عبادت 10 جزء، 1 جزءش در زبان نگاه داشتن، یکی هم عرض می شود معاشرت رو بست ندادن، زیاد معاشرت نکردن. نه اینکه عرض بکنم باید شما بروید در گوشه، خیر، در گوشه نروید. کن فی الناس ولا تکن معهم، در میان مردم باش و با مردم نباش در همه جهت. خالطوهم بالبرانیه، یعنی در ظاهر با اونها معاشرت بکنید. عزیز من یه صلوات بفرستید. بیت الله عظما آقای خونساری فرمود ماها وقف عامیم. وقف عامیم یعنی مال مردمیم عزیز من. حالا همون ساعت که ما میخواییم مطالعه بکنیم عزیز من، قضایایی اتفاق میفته، یه اون مهمون میاد، خب ما اینا رو مشغولشون میکنیم. آقا یه خود قرآن بخون، چون شاید او قرآن بخونه، ما یه قدیم مطالعه کنیم، یه خود قرآن میخونه، یه اون میگه تموم شد. بابا سوره یاسین لااقل نیم ساعت طول میکشه تا بخونه، چطور شد تموم شد؟ من لبن میخوام او رو گول بزنم، یعنی گول شرعی ها، که یه قدی چیز کنم و مطالعه کنم. خدایا به حق این جوانها، خوب اینا پیش تو احترام دارن، توفیقات ما رو بیشتر کن، بیشتر مطالعه بکنیم، آفت نخوره به مطالعه ما. عرض میشود دیگه بیشتر از این راجع به این قسمت صحبت نکنم. الا علمت، آیا نمیدانی؟ ان الله تبارک و تعالی یطاق و بالعلم، به علم باید پروردگار رو ستایش بکنی. من کجا میفهمم داداشون که حالا برم تشییع جنازه یا در مجلس علم حضور پیدا کنم؟ صاحب شریعت باید بیان این مطلب رو بکنه. به به و یعبد بالعلم، به علم عبادت میشی عزیز من. و ایلا غیبت بکن، نماز شبم بکن، هیچ نتیجه نداره. عملتو میذارن در عمل دیگری عزیز من. و خیر الدنیا و الاخره مع العلم، و شر الدنیا و الاخره مع الجهل. نمیلی ببین عزیز من، بیبند و بالی میکشن میان، ما کاری نداریم. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. بسنی اینا چی هم اینا؟ یک آدم های بیبند و بال عزیز من هیچی نمیفهم، مثل زمان هولاکو خان و چنگیز. چه فرقی داره عزیز من؟ اومد گفت در شهر، گفت همه شماها خارج بشین، همه رو قطع عام میکن. رو چه حسابیه؟ بعد آمدن گفتن یه عده از اکابرن، علما هستن، دانشمندان هستن، رهبران دین هستن. گفتن اونا مگه باشن هلاک میشن، پس اونا برون جای دیگه. وقتی به اونها گفتن، گفتن خیر ما نمیریم، ما با این مردم بودیم در همه احوال، حالا مردم رو رها نمی کنیم، ما هم یکی از مردم هستیم، اگر کشته میشیم همه باید با هم کشته بشیم، اگر هم
امنیت هست، برای همه ما هست. موندن در مقابل چنگیز و کشته شدن. قرض عرضم اینه عزیز من، خب اینا چیشیه؟ بیبند و بالی، تمدن اسمش بیبند و بالی. خب یه سرماده فرسیم. مرد دانا نشود تا که به دانا نرسد. باید دانشمند گیر بیاری. قطره دریا نشود تا که به دریا نرسد. ذره پیدا نشود تا که نبیند خورشید. مرده احیا نشود تا به مسیحا نرسد. وصل مطلوب اگر می طلبی طالب باش. خب یه صلوات بفرسیم. تا تو را درد نباشد به مداوا نرسی عزیز من. بعد خب یه دور واسهتون گفتم، ولی باز اهمیت مقام علم رو اینو یاد بگیرید دادش. مجلسان مجلسون یتفقهون و مجلسون یدعون الله و یسألون فقال کل المجلسین الی خیرون یا رسول الله. یه مجلس نشستن توحید میگن، توحید میگن، مسائل رو طرح میکنن، مسائل مردم رو طرح میکنن. آخه یه مسئله دو مسئله که نی عزیز من. باب مزاربه رو میگه، باب شرکت رو میگه، مجالس باب اجاره رو میگه، من اجاره دادم، پول دادم، آیا این ربا نمیشه؟ مثلا من به من میگه این قدم باید بدی، این قدم باید عرض میشه که اضافه بدی، یا باید او علاهده انجام بشه. این رو من باب قرض که به تو میدم مبتنی بر معامله اول است یا جداست؟ خب اینا رو باید برای مردم گفت عزیز من. اینا رو داریم میگیم. یه مجلس هم الله و لبیک و دعا و توسل و این هاست. اما ها اولا فیدعون الله و اما ها اولا فیتعلمون و یفقهون الجاهل. جاهل را مسائلشو یاد میدن. حضرت فرمودن ها اولا افسر. اونایی که مردم رو از وادی جه در میارن اونا افضلن. به تعلیم ارسلت ثم قعد مع. با کدوم فرقه نشست؟ ببین دادش جون، اما لبن نوع مردم برعکس این عرایزی که من میکنم هستن. مجلس علم باشد و فقاهت باشه، مجلسی هم باشه که دیگه باقی دیگهشو نمیگم، عرض میشود اون طرف باشه با اون طرف میشینن نه با این طرف. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم ها اولائه افضل. من رو رب العالمین بس فرموده است که مردم رو از وادی زلالت نجات بدم دادش جون. حضرت امام قدس سره الشریف که بنده عرض میکنم دادش جون برای ایشان ست صلوات بفرستیم، اون بی توجه گفت که خیر و پیغمبر اوقاتش تلخ میشه، برای پیغمبر شما یه دونه صلوات میبرم. فرمود ما صابریم، شیعان ما اصبرن. پیغمبر تمام مرحله آخرت رو به رأی العین میدید عزیز من.
مثل اینکه اینجا شاه چاه رو میدید. آقا رو ادله و برهان بود، صابر و اسبر صبر، چه اون وقت این رشادت رو به خرج داد. یک فرقه به اشرت در کاشانه گشادند، همین باید کیف کرد و خورد و خوابید تا اون که به حسرت سر انگشت گزیدند. یک جمع دویدند رسیدند به مقصود، یک قوم بخفتند و به جایی نرسیدند. زنهار مزنده است به دامان گروهی که از حق ببریدند و به باطل گرویدند. اگر با عمود آهنین تو سر ما بزنند، خیر غیر ممکن است ما از اهل بیت جدا بشیم، چون وصل ما با ایشون عین سعادت ماست. دعای نیمه شب دل شکستگان باشد کلید قفل مهمات کارها. از یک خروش یارب شب زنده‌دارها، صاحب روا شوند هزارون هزارها. نسألك بندعوك باسمك العظيم الأعظم هل أعز الأجل الأكرم يا الله. نفر قلوبنا بنور معرفتك وشفي مرغانا ومرز المسلمين بشفائك وداوهم بدوائك بحق سيد أنبيائك عد ديوننا تجاوز خطايانا. گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی.